دوستای گلم سلام، به یه ویدیو دیگه از ریویل شو خوش اومدید. شایان هستم و از ترکیه بهتون اطلاعات میدم. اگه تا حالا کانال من سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک کامنت زنگولم یادتون نره. اگه این محتوا رو دوست داشتید به دوستاتون هم این ویدیو رو ارسال بکنید که از اطلاعات می بتونه استفاده بکنه. اولین موردی که میخوام در مورد اجاره خونه تو ترکیه صحبت بکنم، شرط اینجا با ایران زمین تا آسمون فرق داره. از یه نظرهای خیلی بهتره، از یه نظرهای بده. اولین موردی که باید بدونید، اینجا پیدا کردن خونه به طور مستقیم یه مقدار سخته. یعنی اگه دوستی آشنای چیزی داشته باشید که مثلا بدونه همسایش مثلا خونه داره خالی میکنه با صابخونه اونجا ارتباط برقرار کنه، میتونی مثلا از طریق اون خونه رو اجاره بکنید. ولی اگه اون دوست رو نداشته باشید یا کسی رو نداشته باشید که این کمک رو به شما بکنه، مجبوری به وابسته بشید به یه سری از سایت ها. و توی این سایت ها معمولا املاکی ترک مخصوصا به صورت خیلی خودجوش و زرنگوارانه میان آگهی میزنن و مینویسن که صاحب خونه ای که در اصل میبینید املاکی اصلا صاحب خونه نیستش. اینو اینجوری میزنن که شما مثلا اگه لای منگنه هستید، عجله دارید و مجبورید که خونه اجاره بکنید، در نهایت کم بیارید و همون املاکی کمیسیون رو بدید که خونه رو واسه اجاره کنید. حالا من راههایی که باید بدونید، البته دو ویدیو قبل توضیح دادم، این ویدیو رو میخوام کلا ضبط بکنم دیگه، تکراری این محتوا رو تولید نکنم چون هر سال تقریبا میمندم تولید میکنم. شرایطم خیلی تغییر نمیکنه، یه سری چیزای جزئی فقط تغییر میکنه. به خاطر همین این ویدیو مادام اون میمونه، مگر اینکه خیلی تغییر بزرگی انجام بشه، اون موقع مجبور میشم یه ویدیو جدید ضبط بکنم. ولی در غیر این صورت حتما دیسکریپشن این ویدیو رو بخونید که من اینو آپدیت میکنم هر سری که خیلی رسا و شفاف و دیگه واضح باشه که بتونید استفاده بکنید. توی ترکیه میخواید خونه اجاره بکنید، باید چند تا نکته رو در نظر داشته باشید. اولین مورد اینه که شما مثل ایران نمیخواید پول رهن سنگینی بدید. شما دو تا یا یه دونه از اجاره رو به عنوان دپوزیت پرداخت میکنید و یه کمیسیون املاک، اگه این املاکی اینجا وسط باشه، باید به اون پرداخت کنید. و کمیسیون املاک یه دونه اجاره است، نه کمتر نه بیشتر. حواستون باشه، بعضی زرنگوزی در میارن، مخصوصا وقتی املاکی دو تا یا سه تا باشه این وسط مبلغ رو بالا میبرن که اون املاکی اولی که وصل به صاحب خونه اون پول خودش رو فیکس برمی‌داره، بقیه‌اش که اضافه تر میان بین اون دو چند تا یا دو تا املاکی تقسیم میشه، که این کار واقعا کار فولیه. من خودم واسه دوستان مثلا دنبال خونه میگشتم، به من این پیشنهاد میشد که میخوای اینو بگوی که یه مبلغی بالاتر باشه یه چی هم به تو برسه، که میگفتم نه، اگه میخوای واقعا بدی قانونش اینه که بین ما دوتا نصف بشه، که معمولا کوتاه نمیان، سهم خودشون کامل میخوان. بچه هم بازیشون گرفته اینجا دارن تز میکنن، نرش کن بازه واضح کنن. مورد بعدی که خیلی اینجا توی ترکیه مهمه، خونه با وسایل یا بدون وسایل. خونه با وسایل از خونه بدون وسایل یه مقدار گرونتره و صاحب خونه میتونه یه خورده محدودیت های واسه شما بذاره، مثلا حیوان خونگی نداشته باشید و یه سری مشکلات واسه تون ایجاد بکنه توی یه سری موارد که مثلا میخواید بهت میگم این مبل خراب کردی، این تخت خراب کردی، اینجا رو آسیب زدی، از اون دپوزیتتون کم بکنید. ولی اگه وسایل واسه خودتون باشه همچین داستانی معمولا ندارید، یه خورده راحت ترید و امنیت ذهنی و فکری دارید دیگه، دغدغه اونو ندارید که پولتون کم میشه. و یه چیزی هم که خیلی از ایرانی ها اینجا میگن، ببینید همچین چیزی وجود نداره اگه کارتون قانونی باشه، حالا جلوتر بهتون میگم، که میگم مثلا پول دپوزیت و صابخونه بر نمیگردن، پول میخوره که اون پول باید بشینی هستن، مثلا اگه دو ماه دپوزیت دادی اون دو ماهو بشین، اجاره نده بشین بلند شو برو، که اگه قانون رو بلد بشید به هیچ عنوان این کار طرف نمیتونه بکنه و خونه رو به کس دیگه نمیتونه اجاره بده. شما متأسف بگید آقا من میخوام بشم واسه تمدید میکنم، حالا که پولامو نمیدی من میشینم بلند نمیشم، بره شکایت بکنه، دو سال بیفته دنبال داستانها و دردسرهایی که میتونه به همراه داشته باشه. مورد بعدی که توی اجاره خونه مهمه، اینجا آب برگاز مثل ایران نیستش که به اسم صابخونه باشه، به اسم مستاجره، یعنی به اسم خودتونه. بعد اینکه کیملیک گرفتید باید اون آب برگاز رو باید اشتراکش بگیرید، میان اصطلاح میگن آبونه اولماک، بعد آبونه بشید، آبونه رو ما خودمون هم تو وارسی داریم دیگه، توی قبض و پرداخت میکنیم، همچین چیزیه، حالا اصطلاح فارسی شد باید مقدر اینقدر توی کشی گفتیم، اونو باید حالا مثلا پرداخت میکنید یه اشتراکی بابت این قبض ها که آب جداه، برق جداه،
و آب برق گاز همش تک تک جدا که سایتش این بغل می‌نویسم یا اون لینکاشو پایین میذارم واسه اینکه بیت هر سال چک بکنید. این چند وقت یه تغییر جزئی میکنه. کمترین قیمتی که الان پرداخت می‌کنید واسه آبه که فکر کنم نزدیک 500 600 لیره، برق فکر کنم نزدیک 1000 لیره، گاز نزدیک فکر کنم 2 3000 لیره. حالا دقیقش میگم. هم زیر می‌نویسم، همین که لینکشو می‌ذارم اون متنشو زیر می‌نویسم که تو سرچ‌های گوگل سرچ بکنید واسهتون میاره. دیگه هر سال درگیر این نباشید که الان چقدر شده، قبلا چقدر بوده، آپدیت اینو دیگه نخواهید، راحت باشید. اون اون پای میذارم واسه. ولی اولش آب برگازتون قطعه یا وصلم باشه به صورت قاچاق حساب میشه. یعنی جریمه ممکنه واسهتون بیاد. پس اینو یا به اسم صاحبخونه‌تون بزنید یا به اسم املاکی بزنید یا به اسم دوست آشنا که بتونه این کارو انجام بده. به اسم اون ثبت بکنید و بتونید اقامتتون رو داشته باشید توی اون خونه. مورد بعدی که توی این موارد اجاره خونه مهمه، اجاره خونه است که اولش باید میگفتم، الان یادم افتاد بگم. اجاره خونه رو توی ترکیه اول ماه پرداخت میکنه، نباید بذارید دیر بشه. توی قراردادم حتما ذکر بکنید که این اجاره رو قرار چه تاریخی پرداخت بکنید. یه چند روزم فرجه بذارید، مثلا بذارید 20 تا 25 یا مثلا 30 تا مثلا 5، یه مهلت واسه خودتون تو قرارداد حتما بذارید. از این مهمتر اون قراردادی که می‌بندید. وقتی قرارداد می‌بندید خودتون و صاحبخونه باید به نوتر اونجا هزینه نوترم حالا می‌نویسم واسهتون، سایتش هم می‌نویسم، قیمتش هم می‌نویسم که این تحقیقات اونم بتونید سرچ کنید. میرید اونجا دفترخونه است در اصل. میرید اونجا تایید می‌کنید، مهر می‌زنم که آقا این ثبت سیستمی شد، این خونه به این آقا یا این خانم اجاره داده شد. که طبق اون نمیتونن شما رو اذیت بکنن، هر روز بگم پاشو من میخوام مسجل جدید بیارم و یه داستانای جدیدی که هی داریم میبینیم اینجا پیش میاد. و یه نکته خیلی مهم هم اینجا داریم که یه بریه به نام تعهدنامه تخلیه ازتون میگیرن، تخلیه تعهد بلگسی میگن اینجا بهشون. اون بریه وقتی امضا میکنید اولین باری که مثلا امسال اینو امضا میکنید تا سال بعد مثلا این موقع قراره تو این خونه باشه. خب حالا تمدید میخواید بکنید، میخواید بمونید، اون برگه ابطال میشه در اصل، چون تاریخش تا الان بوده. یعنی شما وقتی این برگه تعهدنامه تخلیه رو امضا میکنید نگران چیزی نباشید که شما میندازه بیرون و اینا، نه همچین چیزی نیستش. تا زمانی که شما این قرارداد دارید و تمدید میخواید بکنید راحت میتونید اوکی باشید بمونید، اجاراتون سر موقع بدید و مسئله تو ساختمون ایجاد نکنید. اون صاحبخونه معمولا دنبال نفر جدید نیستش که به درگیر این باشه که اجاره رو میده نمیده، مشکل ایجاد میکنه نمیکنه. این موارد اونجا هم واسه صاحبخونه هم مهمه. ولی خب بعضی ها اصلا طمع میکنن میگن سال اینو بیرون کنیم، نفر جدید بیاریم که اجاره به روز بگیریم و اجاره بالاتر بگیریم. چون معمولا قوانین تو این چند سال جوری بوده که 25% رو اجاره میتونن بزنن. حالا صاحبخونه خودم هم مثلا 50% گذاشت روش، با هم توافقی اوکی کردیم چون تورم اینجا بالا بود واقعا نمیصرف. و من خونه های دیگه هم نگاه میکردم، میخواستم خونه جدید بنام باید خیلی بیشتر از اینا پول میدادم. گفتم درگیر حاشیه و این چیزا نشم، 50% خودم شخصا قبول کردم دادم. ولی صاحبخونه قبلیم که کردم بود میخواست 100% بذاره روش تو خونه ای که واقعا نمیارزه. این ارزش داره حداقل توی منطقه ای که دسترسی به همه چی من دارم اینجا، متروبوس، اتوبوس دریایی و خیلی چیزای دیگه که این توی محدوده هستش. خیلی راحت میتونم به همه جا برم. با خودم گفتم از دست ندمش، خودم اضافه کردم. حالا این سایتایی که میتونید از طریقش خودتون خونه پیدا بکنید چیه؟ ببینید سایت صاحبیندن و سایت املاک جت یه پارتی داره که نوشته از کی میخواد اجاره کنه. یه قسمت داره نوشته صاحبیندن، این از خود صاحبش. اونو کلیک بکنید ولی بگردید توش. تو این سرچ‌هایی که دارید میزنید بالاخره به پستتون میخواد که املاکی باشن، بگردید بازم ممکنه که صاحبخونه باشه. من چند تا خودم سر زدم صاحبخونه بودن، خیلی آدم درست همون با شخصیتی بودن یا میشد باشون کنار اومد، واسه دوستان داشتم خونه میگرفتم. ولی خب اونا نپسندیدن جا رو. و این دیدگاهی که اینجا باید مثل ایران باشه رو از ذهنتون دور بریزید. واقعا اینجا شرایط فرق داره با ایران، خونه‌هایی که میخواید بگیرید، قیمتایی که داره اینجا، شرایطی که داره.
یه چیزام یادم رفت بهتون بگم. ببین اینجا ما یه هزینه داریم به نام آیدات. آیدات هزینه اشتراک ماهانه است که واسه پول شارژ ساختمونه، پول نگهبانیه که توی سیتو توی نورمال آپارتمان با هم زمین تا آسمون فرق داره. مثلا حالا اینم مدیر ساختمون تصدیق می‌کنه مثلا چقدر باید بشه پرداختش. خونه قبلی که مثلا من بلیط دوزو داشتم اونجا هر ماه یه داستان جدیدی پیش میاد، یه آسانسور داشت و یه سری مسائل دیگه که پول زورم میاد. طبقه اول که نباید، همکف که نباید پول آسانسور بده در اصل، اگه بدم باید کمتر از بالایی یا بده. اینو از من میگرفت و یه سری هزینه جانبی عجیب غریب که پول زور بخواست بگیره که من مقاومت میکنم یا آخرش مجبور شد قیمت درست بگیره. ولی الان این خونه که من هستم هزینه اشتراک ماهانه مثلا همین چیزی که داریم میدیم آیدات 50 لیره نورمال آپارتمانه. حالا جا به جا هم فرق داره دیگه، میگم بستگی به اون ساختمونه داره. اینام بپرسید هر جایی که میخواید خونه بگیرید. توی سیته ها بعضی موقع این هزینه شارژ ساختمون برابری میکنه با اجاره خونتون، یعنی مثلا نصف اجارهتونه چون باشگاه داره، استخر داره، نگهبانی داره. هرچی حالا سیته بزرگتر میشه اون هزینه میاد پایین. اینم بهتون بگم، ببینید خودتون میتونید خیلی راحت برید اینجا خونه اجاره کنید. شرط اولش اینه که ترکی بلد باشید، شرط دوم اینه که این قوانین بلد باشید و دقت بکنید. اون قراردادی که میخواید بنویسید قشنگ با اگه بلدم نیستید با گوگل ترنسلیت ترجمه کنید بخونید. هر چی سوال داشتید بپرسید، هیچ چی مجبور نیستید پر بکنید، هر چیزی هم قرار نیست امضا بکنید. نشد به جای دیگه بگردید، یه ذره زمان بذارید توی یه هفته دو هفته مثلا هیچ چیزی نیستش که سریع پیدا بشه و بتونید اوکی کنید. حتی میخواید مترجم بگیرید خودتون بشید چند تا فایل در بیارید که پول املاکی ندید، مترجمی که حداقل آشنا به این قضایا باشه. ببین مترجم هر چقدر پول بگیره باز از املاکی کمتر به عنوان همراه بیاد بغلتون کارتون انجام بده. املاکی ایرانی متاسفانه یه مقداری بعضیشون عجیب غریب رفتار میکنن و دنبال منافع خودشون. سر همین این ویدیو رو دارم ضبط میکنم که خودتون بتونید کارتون انجام بدید. حالا از صفحات قرارداد خونه واسهتون عکس میذارم چون فرماتش عوض شده واسه اداره مهاجرت و قدیمی‌ها رو قبول نمی‌کنن، اونم واسهتون میذارم که بدون به چه صورته. باید به همون صورت بره نوتر تایید بشه و بعد اداره مهاجرت که حالا چه دانشجو باشید، چه اینجا کار میکنید، چه اومدید مثلا میخواهید مثلا 6 ماه اینجا باشید 6 ماه ایران باشید، هر جور میخواهید بالاخره خونه اجاره بکنید، این مسائل واسهتون پیش نیاد. حالا از سایت املاکی چه یه تیکه ویدیو میگیرم یا سایت صاحبین نه بهتون نشون میدم کدوم فیلدا رو باید بزنید و کجا باید سرچ بکنید. خب دوستان این همون سایتی که بهتون مثلا گفتم صاحبین نه، این سه تا سایت اونجا من دو توش نام بردم ولی این سه تا مرجع اصلی خونه پیدا کردنه که بیشترین گزینه‌ای که خیلی اکتیوه سایت صاحبین نه که مثل سایت دیوار ما دیوار شیپور چند تا برنامه اینجوری داریم توی ایران دیگه. نسبت به کل اینا مثلا نسبت به این ستا این اوله. خب نسبت این چند تا این سایت سایبیندن اوله، مثل سایت ایرانی که سایت دیوار شیپور و سایت متفرقه دیگه. خب سایبیندن خیلی اسم در کرده، سر همین خیلی مخاطب داره و فایل بیشتر میتونید توش پیدا کنید. خب اینجا میایم تو گزینه املاک. خب اینجا میام تو گزینه املاک، اینجا کنوت رو انتخاب میکنیم، املاک در اصل. بعد میگه فروشی یا اجاره، ما اجاره رو میزنیم. خب میایم پایین دایره که واحد رزیدانس که ساختمانه مسکونی بزرگه. بعد اینا چیزای متفرقه است، حالا ما بیشتر با این کار داریم. حالا خودتون بعد اونا رو بشین چک بکنیم ببینید چیا هستش که میخوام تایم ویدیو زیاد نشه. خب میگه کجا استعمال باشه، آروپا باشه، آنادولو باشه. آنادولو یعنی آسیایی، آروپا یعنی همون قسمت اروپایی. خب واسه ما میذاریم همش تومو این انتخاب میکنیم. خب میایم اینجا، توی اینجا خیلی فیلد ها هست، حالا من میخوام خیلی روش وارد نشم. این پایی نمیشه کیمدن، یعنی از کی میخوای، از صاحب خونه بگیری، میخواید از املاکی بگیرید، میخواید از سازنده بگیرید یا چیزای دیگه، از بانک و اینا. بانک مزایده میذاره بعض خونه رو واسه مونه. خب صاحبیندن رو میزنیم سرچ میکنیم. الان همینطور که میبینید یه سری فایل اومده. حالا من یک شب در این نمونه باز کنم ببینم واقعا صاحبش یا نه. خب این به نظر میاد این توضیحاتی که اینجوری نوشته فکر کنم صاحبش باشه، چون معمولا املاکی من اینجا یه عالمه تایتل مینویسن که
این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، اینو داریم، اونو داریم، واحده مشابه داریم و اینا. این قیمتش خب مناسبه، ولی 7000 تا البته باید ببینیم تو کدوم منطقه هستش. خب یه چیزی هم که شما اطلاع دارید و املاکی هم واسه شما مهم نیست، فقط میخوان خونه رو اجاره بدن، تو بعد به ورودتون مناطق ممنوع است که حالا در اون هم صحبت میکنیم. بذارید اینجا سایت املاک جت هم بریم داخلش، اینجا کنوت میزنیم، یه آرار میزنیم، یه صفحه باز بکنه، ما باز فیلداش رو اوکی کنیم. من تو این سایت خیلی خودم نمیگردم، ولی خب اینجا واحداتون چیزها رو بتونید انتخاب کنید که چجوری باشه. خب اینجا صاحبیندن نکنید، اینجا هم دوباره همین گزینه رو داره. خب میذاریم از صاحب خونه بگیریم، بعد قیمت ها میفته یه ذره، اصلا این املاکیه چون یه خورده بازگرمی میکنه قیمت بالاتر میذاره که تونه زدید بیاد یه ذره پایین تر. معمولا کنار میان یه ذره رو، مثلا 500 تا 1000 لیرو. بعضی که قیمت پرت دارن میگن قیمتشو مقایسه کنید با واحد دیگه، تو سایت بگردید. خب اینا سایت هپس املاک، یعنی همش خونه. خب اینجا بسیم کرالک دایره، اینجا کرالک آورده، دوباره میام اینجا میگردیم. خب توی سایت هپس املاک من پیدا نکردم، ولی فکر کنم این مخصوص املاکی است، زیاد خاطرم نیستش اینو، چون اصلا از این سایت من استفاده نمی‌کنم. معیار من این دوتا سایته، چون صاحب خونه رو نشون میده، سر همین من بیشتر از این دوتا استفاده میکنم. حالا از این بگذری، واسه املاکی گفتم که اصلا واسه شون مهم نیستش که خونه که شما اجاره میکنید منطقه مجاز غیر مجاز، فقط میخوان کمیسیونشون بگیرن و تمومش بره. اگه بخوای خالی هم میکنید باز هزینه باید پرداخت کنید دیگه. مثلا صاحب خونه بالاخره بهتون یه سال اجاره داده، شما بخوای زودتر برید بیرون، ممکن دپوزیتتون رو نده، یه چیزای جانبی پیش بیاد. مثلا حالا میریم توی صفحه بعدی. خب توی اینجا من مناطق مجاز و ممنوع رو مشخص کردم. ببین این نقطه‌های قرمز همش مناطق ممنوع است، آبی یا مناطق مجاز که اینجا خارجی های کمترن. اینجا 20% قبلا 25% بود که تغییرش دادن 20% کردن. حجم خارجی هایی که میتونن توی یه منطقه ساکن باشن توی استانبول الان 20% دیگه، اینا 20%شون پر، حتی اسنیوت مثلا 25% به بالا پره که دیگه نفوس ثبت نمیکنن و خونه اجاره کنی آب برگاز به اسمتون نمیشه و خیلی داستان های مختلف داره که ممکنه اذیت بشید. حتی اینجا کار بانکی هم بخواید انجام بدید توی منطقه اسنیورت خیلی اذیت میکنن، تو بیلی توز هم تقریبا اذیت میکنن، ولی منطقه دیگه تقریبا یه خورده نرمتر برخورد میکنن، کارا رو انجام میتونید. پس نتیجه میگیم توی این محدوده ها خونه بگیریم و حتما نگاه کنید. شیش دیگه بخشیش قرمز، اینجا یه سری محله هاشون توی یه سمت آسیه همه چند تا محله هستش که مثلا تو عمرانی هست فکر کنم، یه دونش آتشهیره، چند تا محله و چند تا خیابون هستش که ممنوع است، خیلی خارجی توشن، ولی خب معمولا بیشترشون سمت آسیایی آبیه که میتونید برید اونجا چیز کنید. آبی از نظر من، من رنگ گذاری کردم، اینجا مناطق قرمز، مناطق سفیده، کلا به این صورته. خب توی این مناطق بخواستید بگیرید حواستون باشه. من اینو حالا توی قسمت کانال اینجا بیاید پایین میتونید ببینید که من اینو اکثر رو حتی اینجا گذاشتم، خیلی وقتم گذاشتم، بیشتر از یه سال پیش من اینو گذاشتم که لیستش هم اینجا حتی نوشتم، میتونید بشینید بخونید و ازش استفاده بکنید. این توی بحث اجاره خونتون واقعا خیلی مهمه. اگه حالا سوالی چیزی توی زمینه داشتید، کمکم خواستید، حتما توی دایرکت اینستاگرام هم پیام بدید، بتونم خودم میام کارتون انجام میدم، کمکتون میکنم. نتونستم، یکی از دوستان راه نمایی میکنم که واقعا بلدن این کارا رو و باعث میشه که ضرر نکنید حداقل. امیدوارم ویدیو درتون خورده باشه، ازش تونسته باشید استفاده بکنید و یه خونه خیلی خوب و راحت و با موقعیت خیلی عالی به پستتون بخوره و نصیبتون بشه و راحت زندگیتون پیش ببرید. مرسی. اگه تا حالا کانال هم سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، زنگولم یادتون نره، چند تا کامنت فینگلیش هم بذارید که انرژی بیشتری به من داده باشید تا محتوای خیلی بیشتری واسه تون تولید بکنم. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.